ستار رحمانی فعال کارگری از لندن در همین ارتباط همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. از ابتدای خیزش انقلابی زن زندگی آزادی خیلی از کارشناسا باور داشتن که اعتصابات کارگری در عرصه صنعت نفت و پتروشیمی و غیره قادر این خیزش رو در واقع سریعتر به نتیجه برسونه. حالا شما فکر می‌کنید که اعتصابات گسترده کارگران در این روزهای اخیر از خواسته های صنفی اونا فراتر خواهد رفت و تأثیر اون چه خواهد بود بر خیزش انقلابی؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. اگر دقت بکنیم در سال قبل در همین کارگران شرکت نفت و پتروشیمی و گاز اعتراضات کارگری بود و این اعتراضات در سالهای قبل به اعتراض در شروع اعتراضات مردمی تبدیل شد به یک اعتراض سیاسی و اگر یادمون باشه حدود 250 نفر از این کارگرای پروژه‌ای دستگیر شدن، تعداد اخراج شدن. این در حقیقت آغازی بود برای یک اعتراض سراسری از طرف کارگران. اما ببینید، این به این معنا نیست که کارگران از مطالبات خود دست بکشن. خود مبارزه مطالباتی یک مبارزه سیاسیه. وقتی که کارگران به عدم افزایش دستمزدهاش رو اعتراض میکنه که توی این اعتراضات هم هست و این دستمزدها سالهای قبل هم یکی از خواسته هاشون بوده و 10 روز 20 روز کار 10 روز استراحت یکی دیگه از خواسته هاشون بوده. امسال گفتن 79% باید دستمزد ما بالا برود، شرایط کار، ایمنی کار، غذا، بهداشت و همینطور قرار ندادن این کارگران در لیست کارهای سخت. بسیاری از این خواسته‌ها و مطالبات سالهای قبل هم مطرح شده، طرح طبقه بندی مشاغل هم مطرح شده. اما مسئله اینجاست که در شرکت نفت الان پیمانکارهایی رو سر کار آوردن یا قبلا هم بودن. این پیمانکارا در حقیقت نیروهای حراست و امنیتی هستن، وابسته به رژیم هستن و هر جوری دلشون بخواد عمل میکنن، یعنی هیچ قانونی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. بنابراین دستشون بازه که اون حتی تعهدات یا مقرراتی که خودشون هم امضا کردن رو زیر پا بذارن. بیشتر رو قبول کردن، برای یه مدتی بعد یه پیمانکار دیگه اومد که اصلا به من ربطی نداره، اجرا نمیکنن. چون این کارهای پروژه‌ای است، یک ماه، دو ماه، سه ماه، تا 6 ماه. این نوع کارها دائم در حال تغییر هستن و کارگرها هم در حال تغییر از یک نقطه به نقطه دیگه هستن. اینها هم از این شرایط موقت بودن کار استفاده میکنن و سعی میکنن که هر گونه که به نفع خودشون سود بیشتری برای اونا میاد در مورد این کارگرها تصمیم بگیرن. بنابراین کارگران هم خب در سطح بالایی از آگاهی هستن، بخصوص کارگران نفت. با مبارزه درخشانی که در سالهای اخیر داشتن میدونن که حق و حقوقشون چی هست و چگونه باید بر سر اون مبارزه بکنن. میبینیم که این اعتراضات اگه دقت بکنید در هفته کارگر در حقیقت شروع شده و این نشون میده که آگاهانه در این شرایط معین اینا تصمیم گرفتن به حاکمیت نشون بدن که اون ترفندهای ساخته و پرداخته خودتون رو برای هفته کارگر برای شما نکشید. ما در شرایط فلاکتباری زندگی میکنیم و تمام کالاهای اولیه مصرفی ما در حقیقت دلاریه ولی دستمزد ما ریالیه. این شعاری هم که میدن. و از طرف دیگه ببخشید، الان به شرایط سخت کارگرها اشاره کردین. فکر میکنین که این اعتصابات گسترده کارگران تا این روزهای اخیر خصوصا چه تصویری از شرایط اقتصادی داخل کشور از کارگران به ما میده و آیا اصلا جمهوری اسلامی قادر هست که خواسته های اقتصادی کارگران رو دست کم در این شرایطی که همه ما بهش آگاه هستیم برآورده بکنه؟ من به نظرم این 44 سال تجربه کارگران نشون میده که حاکمیت به هیچ وجه برنامه‌ش این نیست، یعنی پروژه‌ش این نیست که رفاه مردم و کارگران رو در حقیقت در نظر بگیره. پروژه‌های دیگه‌ای در کار خودش داره و از زاویه دیگه با خصوصی سازی، پیمانکارسازی اینا مسئولیت را ظاهرا از
سر خودش برداشته و هر جا هم که کارگران اعتراض میکنن به قول خودش میاد میانجیگری میکنه. میانجیگریشن چیه؟ نیروهای حراست، نیروهای امنیتی رو میبره سرکوبش رو میکنه. بنابراین کارگران چاره ای نمیبینن که همون شعاری که تنها کف خیابون ما میتونیم حقمون رو بگیریم میدن و بنابراین خود کارگران هم باید برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به اهدافشون داشته باشن دیگه. ببینید من در مسابقه‌ای که اخیراً با اینترنشنال در این رابطه شده هیچ جا ندیدم بیان اعلام بکنن که خب 20 تشکل کارگری از جمله شورای سازماندهی اعتراضات نفت و گاز اینها برای چی تشکیل شدن؟ منشور دادن، برنامه های حداقلشون دادن، همون خواسته هایی که این کارگران امروز مطرح کردن تو اون منشور اومده. این یعنی چی؟ یعنی یک گام به پیش برای اینکه ما بتونیم با همبستگی با هم در این منشور هم کارگران نفت و گاز و پتروشیمی هستن، هم معلمان هستن، هم بازنشستگان هستن، دانشجویان هستن، دانش آموزان هستن، زنان هستن، محیط زیست هست. یعنی در یک سطح فراگیر اجتماعی اینا میخوان این خواستهاشون رو مطرح بکنن و این نشون میده که گامهایی به جلو برداشتن. درسته که اینجا میبینیم اعتصاب میکنن برای خواسته و مطالبات بلافصل اولیهشون که واقعا به زندگی اونها ربط داره، به زنده موندن اونها ربط داره، ولی این به این معنا نیست که اینها فراموش کردن که این حاکمیت هیچگاه پاسخ مثبت و درخوری به خواستهای اینا نداده و ما باید اینو مطرح بکنیم. من به نظرم این یکی از گرگاه‌های مهمیه که در حال حاضر در حقیقت در ایران داره میفته، نقطه عطفیه باید بگیم در جنبش کارگری که داره اتفاق میفته و به اون سمت سو میره. خب کارگران پتروشیمی نفت و گاز چرا این منشور امضا میکنن؟ میدونن که این منشور راه چاره است. این مبارزاتی که الان هم میکنن مبارزاتی نیست که بلافاصله به یه مبارزه سیاسی تبدیل بشه، مگر اینکه بخشای دیگه اجتماعی بیان بهش بپیوندن. همونطوری که تو گزارش شما هم بود، خب هفت تپه میاد ازشون دفاع میکنه، معلمان ازشون دفاع خواهند کرد و مسائل دیگه‌ای که اتفاق میفته، مگه این مسمومیت دانش آموزان بچهای همین کارگران هم نیستن؟ شب و روز در دمای 50 درجه کار میکنن، حاکمیت بچه‌هاشو مسموم میکنه. خب بنابراین این مشکل در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، ملیتی به هم گره خورده و این مسئله‌ایه که من به نظرم کارگران دارن به اون سمت سو میرن که ما همه این مشکلاتی که در عرض 44 سال انباشته شده را به هم و به هم تنیده شده را بیان یک بار تحت عنوان این منشور مطرح بکنیم و به هر صورت تا بتونیم مسائل خودمون رو پیش ببریم. همین خواسته ها من به نظرم در غیاب چنین منشوری، در غیاب تشکل کارگری تمام میکنم در یک جمله، به نتیجه نخواهد رسید. من به نظرم این یکی از ضرورت های مهم جنبش کارگریه که اتفاق افتاده و در حال پیشرویه.